متاسفانه پیروز توله باقی مانده از یوز ایران پس از چند هفته درگیری با بیماری کلیوی فوت شد. ساعاتی پس از اینکه علیرضا شهرداری، فعال محیط زیست و عکاس حیات وحش، خبر از آغاز دیالیز پیروز توله 10 ماهه یوز ایران خبر داد، خبر آمد که پیروز تلف شده است. علیرضا شهرداری در صفحه اینستاگرام خود در فضای مجازی نوشته بود: دیالیز پیروز در بیمارستان مرکزی تهران با همکاری مسئولان کنسرسیوم دیالیز ایران شروع شد و پیروز داخل اتاق جراحی رفت. ساعاتی پس از آن خبری مخابره شد که حکایت از تلف شدن پیروز طوله 10 ماهه یوز ایران پس از طی روزهای پردرد بیماری کلیوی داشت. پیروز آخرین فرزند از 3 توله به دنیا آمده ایران بود که به دلیل اشتباه تیم پزشکی و دست زدن به بدنشان بعد از عمل سزارین زودرس از سوی مادر ترد شده بود. 3 توله‌ای که از یوز ایرانی با عمل سزارین متولد شدند، اما تنها پیروز زنده مانده بود. علیرضا شهرداری، فعال محیط زیست و تیمارگر حیات وحش، کسی بود که در حدود 70 روز همراه با پیروز تنها توله زنده مانده در پروژه تکثیر یوز در اسارت در اتاقی در هتل مدیران سازمان محیط زیست در انفرادی مانده بود تا به کمک همکارانش توله ای را نجات دهد که 2 برادرش خیلی زود تلف شدند. حالا و پس از 10 ماه و بر اثر بیماری کلیوی ایجاد شده که کارشناسان زیست محیطی میگویند میتواند ناشی از عوارض تصمیمات اشتباه بد به تولد این توله یوزها در خوراندن شیر خشک نامناسب یا استرس های ناشی از زندگی تنها در اسارت باشد. پیروز و احتمال انقراضش بخشی از بزرگترین دغدغه های بخش بزرگی از جامعه شده بود، تا حدی که در جریان اعتراضات سراسری ماه‌های گذشته در ایران پیروز تکه‌ای از ترانه مشهور برای هم بود و بارها نام و عکس‌هایش در سطح گسترده و جهانی بازنشر شد. بامداد روز جمعه 5 اسفند پیروز توله یوز پلنگ ایرانی که در شرایط اسارت در پارک پردیسان تهران نگهداری می‌شد به دلیل مشکل دفع به بیمارستان دامپزشکی مرکزی تهران منتقل شد و ساعاتی بعد هم مرخص شد. اما چند روز بعد یک بار دیگر این توله یوز به بیمارستان انتقال یافت تا با توجه به تداوم مشکل یبوست مزمن و پایدار نشدن وضعیت سلامتی تحت نظر دامپزشکان متخصص قرار گرفت. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش گفته بود یبوست مزمن و مشکل دفع که برای پیروز پیش آمده ناشی از نارسایی کلیوی مادرزادی این حیوان است که باعث شده اکنون میزان الکترولیت های خون پیروز تنظیم نباشد و در نتیجه عمل دفع به خوبی انجام نشود. او ادامه داد: البته دامپزشکان متخصص در حال حاضر برای تنظیم این الکترولیت ها تلاش می کنند و با توجه به وضعیت جسمانی این حیوان فعلا باید در بیمارستان بستری باشد. این ادعای ابدالی ساعتی بعد با تردید برخی از متخصصان دامپزشکی روبرو شد که مشکل کلیوی پیروز را به احتمال مصرف خوراک نامناسب و آسیب ناشی از آن مرتبط دانستند. اما در نهایت توله یوز ایران که جایگاه بزرگی را در قلب مردم ایران اشغال کرده بود، پس از تلاش دامپزشکان ایرانی در اتاق عمل بیمارستان دامپزشکی تهران برای دیالیز فرزند ایران که با مشاوره های خارجی صورت می گرفت بی نتیجه ماند و پیروز توله یوز محبوب ایرانی در 10 ماهگی بر اثر آنچه که نارسایی کلیه عنوان شده تلف شد. روحش شاد و یادش همیشه گرامی. مرسی که تا آخر این پست همراهمون شدی. لطفاً برای حمایت از ما این پست رو لایک و حتما کانال رو سابسکرایب کنید.